شما شنونده رادیو صدای کردهای مقیم امریکا برای دموکراسی، صلح و آزادی هستید. خانم تماسبی، شما در طی چند ماه گذشته این امکان را داشته اید به کشورهای مسافرت کنید که اکنون دستخوش تحولاتی بنیادی در حیطه سیاست و اجتماع است. شما چه شباهت ها و چه تضادهایی را در این کشورها میبینید؟ خیلی متشکرم از شما که از من دعوت کردین در برنامه‌تون حضور داشته باشم. من در واقع چند تا سفر داشتم به کشورهای خاورمیانه. خب یه مجموعه از سفرهای شخصی یا کاری بود، مثلا یه کنفرانس دعوت بودم در مراکش و خب شخصی هم مثلا به مصر رفتم و تونس رفتم و اونجا با یه سری از فعالان زن صحبت کردم و صحبتم متمرکز بود روی موانع که بر سر راه زنان هست در راه احقاق حقوقشون، در راه طرح مطالباتشون، و به این نتیجه رسیدم که یه سری موانع مشترک در کل این منطقه هست که شاید ایران هم در شامل این، یعنی این منطقه میشه، یعنی موانعی که موجود هست به در رابطه با مسائل زنان در ایران هم صدق میکنه، که در رأس اون موانع این بحث گفتمان نسبیت فرهنگی هستش در مقابل حقوق زنان به عنوان حقوق بشر، که همیشه این بحث مطرح هستش که ما چون فرهنگمون متفاوت هست، فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگ شرقی داریم، این و این حقوق بشر در واقع یک پدیده غربی هستش، زنان منطقه ما نباید از این حقوق برخوردار باشن، که اتفاقا فعالان زنانی که دارن تو این حوزه کار میکنن، این کشورها کار میکنن، بحثی که مطرح میکنن اینه که در واقع حقوق بشر جهان شمول هستش و بر حسب ارزش‌های انسانی که و تجربه‌های انسانی پایه‌ریزی شده و این شامل ارزش‌های اسلامی و دینی مثلا مسیحیت و اینجور چیزا هم هست، یعنی غیر از اسلام نیستش و حاصل تجربه بشریت هستش، و بنابراین وقتی که به دنبال حق خودشون هستن در رابطه با خاورمیانه هم زنان باید حقوقشون بر حسب معیارهای بین المللی حقوق بشر طراحی بشه. ولی خب این گفتمان همچنان در این منطقه گفتمان چالش برانگیزیه و یه مانع اصلی هستش. یه مانع دیگه که توی این بحث مطرح شد این بحث نیروهای دموکراسی خواه هستش که مدام در این منطقه به زنان، کسایی که برای زنانی که برای حقوق خودشون فعالیت میکنن دارن میگن که شما صبر کنین، شما روی مسائل زنان کار نکنین، برای اینکه وقتی که روی مسائل جزئی کار میکنین ایجاد تفرقه میکنه، بحث شما بحث حساسیه، گروه های تندرو رو در واقع جریح دار میکنه و شما بیاین به ما بپیوندین، ما با همدیگه برای دموکراسی کار بکنیم، وقتی که دموکراسی به دموکراسی رسیدیم و دموکراسی محقق شد، اون وقت میتونیم بحث زنان رو هم مطرح بکنیم، یا وقتی که به دموکراسی رسیدیم خب بحث زنان هم خود به خود حل میشه. که در واقع الان در منطقه میبینیم که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده، یعنی در مصر انقلاب شد ولی بحث زنان همچنان بحث چالش برانگیزیه و اتفاقا دستاوردهای اندکی که زنان هم داشتند در معرض خطر هستش و تهدید میشه و خیلی ها میخوان مثلا حقوق اندکی که زنان براش مبارزه کردن رو ازشون بگیرن و میگن که این در واقع حاصل یک حکومت دیکتاتوریه، حکومت غیر اسلامیه و به شرایط ما نمیخوره، و این گروه های دموکراسی خواه هم حتی در این مقطع دارن سکوت میکنن و باز هم میگن بحث زنان بحث حساسیه، بحث جزئیه، الان باید کشور رو بسازیم، بذار حالا که کشور رو ساختیم و چیز کردیم وقت بعدا به بحث زنان میرسیم. بنابراین زنان همیشه در تمام مواضع ازشون خواسته میشه که منتظر بمونند و ازشون گروه های دموکراسی خواهی قاعدتا باید حامیان اصلیه
فعالان زن باشن و حامیان اصلی مطالبات زنان باشن، مدام دارن به فعالان زن میگن که شما حالا صبر بکنین، ما که به اهدافمون رسیدیم اون وقت بعد به اهداف شما هم توجه خواهید کرد و در واقع با چالش های زیادی مواجه میشن. و بحث سومی که مانع سومی که مشترک هست در این منطقه که زنان در رابطه با احقاق حقوقشون باشون باش مواجه میشن اینه که جامعه مدنی منطقه خیلی ضعیفه، نوپا هستش و شکل نگرفته. بالاخره حکومت هایی هستن که بالاخره جوامع بسته‌ای رو ایجاد کردن و اجازه نمیدن هست از مقررات گرفته تا فشارهایی که روی جامعه بین‌المللی هست، حالا چه فشارهای قانونی هستش یا فشارهای فرهنگی هستش یا فشارهای قهری هستش، سرکوب، بازداشت، اینجور چیزا باعث میشه که جامعه مدنی درستایی پا نگیره. و خب فعالیت زنان، طرح مطالعات زنان اکثرا در جامعه مدنی مطرح میشه، بنابراین این نوپا بودن و ضعیف بودن جامعه مدنی هم در احقاق حقوق زنان صدمات زیادی وارد میکنه به کسایی که در این راه کوشش. بعد از انقلاب هم در خیلی از این کشورها مثل مثلا تونس و مصر سازمان های جدیدی شکل گرفتن، سازمان های زنان هم شکل گرفتن و خب اینا اکثرا آدمای جوونی هستن، بی تجربه هستن، کسایی هستن که برای اولین بار وارد انجمن غیر دولتی شدن و خب هیچ تجربه ای ندارن. در واقع تا وقتی که اینا بتونن یه تشکلی رو شکل بدن و تجربه ای رو به دست بیارن خیلی زمان میبره و این زمان زمانی که الان داره روی مثلا آینده کشوراشون بحث میشه خیلی زمان مهمی هست و این زمانی که از دست خواهند داد در رابطه با طرح مسائل زنان یا حضور زنان در مذاکراتی که قرار انجام بشه خیلی زمان حیاتی هست و این ضعف جامعه مدنی خودش رو اینجا نشون میده. احزابی هم که بعد از انقلاب های تونس و مصر شکل گرفتن خب یه سری هستن احزاب اسلامی هستن که قدرت خیلی بیشتری دارن، رابطه خیلی نزدیکی با جوامع محلی دارن، با مردم دارن، شبکه های خیلی قوی دارن، ولی اصولا موضعشون نسبت به حقوق زنان موزه محافظه‌کارانه تری هستش و شاید ارزش زیادی برای برابری حقوقی زنان قائل نیستن. موزه نسبت به زنان مترقی تر هست، در واقع ضعیف هستند مثل باقی جامعه مدنی و ارتباط کمی با مردم دارن برای که در جوامع بسته شکل گرفتن یا اصلا حضور نداشتن، تازه برای اولین باره که تشکیل شدن و ارتباط چندانی با مردم ندارن و اینکه برن رو و بتونن مثلا روی مردم تفکر مردم تاثیر بذارن، به خصوص تفکرشون یا باورهاشون در رابطه با حقوق زنان خب زمان میبره. البته بعدم بگم که شاید خیلی از این احزاب پیش رو که خیلی از فعالان زنان یا کسایی که نسبت به مسائل زنان حساس هستن تصمیم گرفتن که با این مثلا به این احزاب جدید بپیوندن، این احزاب جدید ممکنه خیلی هم تعهد به مسائل زنان نداشته باشن، هرچند که دارن از زاویه از مترقی تری مسائل زنان رو مطرح میکنن، ولی خب در رأسشون اغلب مردها هستن و ممکنه که مسائل زنان رو در اولویت قرار ندن، ممکنه تعهد داشته باشن ولی در اولویت قرار نمیدن، برای این باعث یک مانع دیگری میشه. خب ما اینو مثلا در کشور خودمون هم در گذشته دیدیم که هرچند ممکنه مثلا گروه های اصلاح طلبی بودن که مثبت بودن روی مسائل زنان، ولی وقتی که به جاش میرسید ممکن بود در مسائل زنان در اولویت نباشه براشون. شما چه شباهت ها و چه تضادهایی را در این کشورها میبینید و در مقام مقایسه چه شباهت های این حرکت ها با تحولات اخیر ایران دارند؟ من فکر می‌کنم که چند تا تفاوت هست بین تونس و مصر و مراکش. مثلا تونس و مصر خب حکومت های دیکتاتوری اقتدارگرایی داشتن، جوامع به نسبت بسته داشتن، خب تونس خب خیلی بسته تر از مصر بود حتی از لحاظ فعالیت جامعه مدنی و مصر هم بسته بود ولی خب باز به نسبت یه ذره بازتر بود، ولی خب مراکش در واقع یک کشوری که الان مدت هاست درگیر اصلاحات خیلی جدی هستش. بعد از بهار عربی در مراکش هم یه سری تظاهرات بود و خب کسایی که برای این تظاهرات اومدن خیلی اندک بودن. قطعا کشور مثلا از نظر آزادی های اجتماعی و فعالیت سیاسی مطلوب ترین کشور جهان نیست، ولی به نسبت کشورهای منطقه بسیار بازه و جامعه مدنی و احزاب
مراکش با دولت رابطه خیلی خوبی دارند و یه رابطه تعاملی دارن. به این معنی نیستش که هیچ کسی نیستش که مثلا نقد بکنه. هستن گروهایی که نقد میکنن و حتی به روند اصلاحات بعد از این تظاهرات خیلی نقد داشتن، که بازم حتی اصلاحات از بالا به پایین بوده، خود پادشاه اصلاحات رو اعلام کرده، باید مثلا مشارکه تر بوده و اینجور چیزا، ولی در هر صورت یه روند اصلاحاتیه و مردمش اکثرا مردمایی هستن که به نظر میاد، یعنی دوره که اونجا بودم خیلی محدود بود، نمیخوام بگم من نمیتونم که این کشور رو مثلا در مثلا یه هفته اونجا بودم بیام، ولی برداشت من این بودش که مردم به نسبت راضی هستند و با اصلاحاتی که داریم اونجا انجام میشه راضی هستند. هرچند که در برای من عجیب بود، برای اینکه در مراکش مثلا فقر خب به نسبت وضع اقتصادی خیلی مطلوب نیست، نرخ سواد پایین بود به نسبت، ولی با این حال مردم خیلی به نظر راضی می آمدن، یعنی با اون تجربه خیلی اندکی که من داشتم و دل به روند اصلاحات داده بودن رو و خیلی روی این سرمایه گذاری کرده بودن. خب تو مصر و مصر بالاخره ببینیم که یه انقلابی اتفاق افتاد و هنوز معلوم نیست دقیقا تو این کشورها چه اتفاقی بیفته، یعنی هنوز درگیر انقلابشون هستن. تونس اخیرا انتخابات داشت، اولین انتخابات آزادی بود در چند دهه گذشته که داشتن و انتخابات سالمی بود بر حسب گزارشاتی که خود تونسیا دادن و ناظران بین المللی دادن، انتخابات سالمی بود، انتخابات خوبی بود و خب این یه تجربه خیلی مثبتیه. همیشه تونس یعنی تونس از زمان استقلالش قوانینی که پیش رو بودن در رابطه با زنان وضع کرده بود و شاید پیش رو ترین قوانین رو در رابطه با زنان در کل منطقه داشت، به غیر از شاید ترکیه، ولی خب از کشورهای عربی نسبت کشورهای عربی پیش رو ترین قوانین رو داشت و این ولی مقایسه با ایران آره اصلا قابل مقایسه نیست با ایران. هرچند من اینو باید بگم که در زمان این البته بعد از انقلابشون اینا یه سری حمله شد، یعنی حداقل در حد لفظی حمله شد به این قوانین و بعضیا پیشنهاد دادن که مثلا این حقوقی نیستش که مثلا بعد مثلا یه سری از حقوق زنان رو تغییر داد و نگرانی زیادی در بین فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در رابطه با حقوق زنان مطرح شد، ولی شاید مقاومت خیلی نسبت به این حقوق زیاد نبود، برای اینکه این قوانین زمانی وضع شد که تونست استقلالش رو به دست آورد و اون یه زمانی بودش که در واقع همه مردم، یعنی تمام گروه‌های سیاسی به اون زمان تعهد دارن، به اون استقلال تعهد دارن، به رئیس جمهور اون زمان تعهد دارن و روشی که استفاده کردن در واقع با مشورت با علما بود. یک عالم خیلی پیشروی بودش که این قوانین رو تفسیرهایی که ارائه داده بود بر حسب تفسیرهایی از شریعت بود و اینا هنوز روی مسئله ارث خیلی مشکل دارن، بلکه اینو نتونستن حل بکنن و خب ارثی که مثلا به زنان تعلق میگیره نصف مثلا مردان هست، نصف برادرشون هست و اینو یعنی این یه مشکلی هست، ولی در تقریبا در تمام قوانین دیگه حقوق در قوانین مربوط به خانواده حقوق برابر دارن زنان و مردان و این بعد از انقلابشون که یعنی هم یه سال هم هنوز نشده دست نخورده، یعنی کسی واقعا از نظر قانونی سعی نکرده که این قوانین رو به عقب برگردونه. نه تنها اون، بلکه یه پیشرفتایی به جلو داشتن. مثلا این کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو با مشروط امضا کرده بود که باید با قوانین داخلی و برخلاف اسلام نباشه. خب بعد از انقلابشون این شرط رو برداشتن، یعنی این پیشرفت، این تمام قوانین رو باید الان به طوری بکنن، تغییر بدن که با این کنوانسیون بین المللی همخوانی داشته باشه. خب این پیشرفت خیلی بزرگی بوده. شما مثل تجربه مثل کردن اینم فقط بگم تونست، برای که این خیلی مهمه، تونست در این حال بعد از انقلابشون یه قانونی رو وضع کردن که تمام احزابی که در انتخابات شرکت میکنن بعد 50% لیست هایی که میدن برای مجلس اسامی زنان باشه. درست. یعنی 50% البته با مشکلاتی، برای اینکه این سیستم درصدیه
و اگر زنان در بالای لیست ها اسمشون مطرح نشه ممکن اصلا راه پیدا نکنن، یعنی این مانع هستش. ولی خب در هر صورت بسیار تجربهشون پیش رو بوده. خب در مصر تجربه اینطوری نبوده. مصر قوانینش شباهت های خیلی زیادی با ایران داره، یعنی قوانین که از قبل قطعا من نمیدونم که مثلا دلیلی که مثلا قوانینشون بالاخره الان قوانینی که قبل از انقلابشون داشتن، خب توی قانون اساسیشون نوشته که هیچ قانونی برخلاف اسلام نخواهد بود. یه چیز جمله اینجوری، یه جمله خیلی بازی ولی با همین مضمون داره. و خب خیلی از قوانینشون شبیه به قوانین ما در ایران هست که قوانین ما در ایران بر حسب شریعت تنظیم شده. و خب تازگی ها مثلا یه سری حقوق زنان به دست آورده بودن، مثلا حق طلاق که تو این چند سال اخیر رو دست آوردن، طلاق خلعه که ما همین طلاق رو در ایران داریم. و اولین باری که من به مصر رفتم قبل از انقلابشون بود که همش زنان میگفتن، همه میگفتن ما الان حق طلاق داریم، قبلا حق طلاق نداشتیم. و من فکر کردم وای چقدر ما عقب افتادیم از مصر، خیلی ناراحت بودم. بعد متوجه شدم منظورشون همون طلاق خلعه که ما هم داریم، که در واقع زنان باید تمام همه چیشون رو ببخشن تا اینکه بتونن از زندگی از شوهر همسرشون جدا بشن. یعنی ممکنه مثلا 50 سال با یکی زندگی کرده باشن و 50 سال شاید اقراق‌آمیزه چون خیلی دیگه سنش دارن بالا میره، ولی اگر که بخوان طلاق بگیرن، اگر مثلا همسرشون همسر دومی بگیره با جدادا ازدواج بکنه و اون زن بخواد طلاق بگیره، مجبوره همه زندگیشو ببخشه تا بتونه این کارو بکنه. و خب این به نظر ما در ایران عادلانه نیست و ما داریم با این حق رو داریم، ولی خب در مصر خیلی مهم بود برای اینکه این حق رو قبلا نداشتن و واقعا براشون سخت بود. و خب الان بعد از انقلاب، یعنی حتی این حق طلاق محدود که بر حسب شریعت هم هست، یعنی این موجود هست، خیلی مثلا مورد حمله قرار گرفته. یا مثلا حضانت بچه ها، زنان حق حضانت دارن در مصر خیلی پیشروتر از ایران هستش و کودکان میتونن با مادراشون بمونن اگر که دادگاه تشخیص بده. و خب مثلا اینم یکی از قوانینی که در واقع نقض شده بعد از بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران منطقه به دنبال یافتن مدلی فراگیر برای آینده کشورهای دستخوش تحولات شدند. آیا اساساً می توان مدلی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را یافت که در عین رعایت پرنسیپ‌های مورد قبول جامعه بین الملل با بسترهای فرهنگی و اجتماعی این کشورها هم ناسازگار نباشد؟ ببینید، فکر می‌کنم شاید این چالش اصلی فعالان اجتماعی توی منطقه هستش. یعنی خصوصاً فعالان زنان، مثلا من تو مصر با خیلی ها صحبت کردم و اینا براشون خیلی مهم بود که بدونن که فعالان زن تو کشورهای دیگه که اسلامی هستن چجوری کار کردن، چجوری مثلا سعی کردن مطالبات زنان رو مطرح بکنن، بحث برابری زنان رو مطرح بکنن، بدون این که به فرهنگ کشورشون، به فرهنگ اسلامیشون توهین بشه یا به شکلی بهشون نگاه بشه که انگار مثلا برخلاف فرهنگ مردم دارن حرکت میکنن. این یه چالش اصلیه، یه بحث اصلیه که تو بعضی از این کشورها واقعا به خصوص توی مصر داره مطرح میشه. من نمیتونم بگم که نسخه خاصی برای منطقه دارم. میگم هر کشوری بالاخره باید راه خودش رو پیدا بکنه و بر حسب شرایط اون کشور، فرهنگ اون کشور. ولی برای من خیلی شخصا خیلی مهمه که بحث حقوق زنان بر حسب بحث معیارهای بین المللی مطرح بشه، برای که این معیارها اصلا به این شکل نیست که معیارهای غربی هستن. یعنی وقتی که یکی کسی حق داره که با کرامتش حفظ بشه، من اصلا اینو خارج از من اینو غیر شرقی نمیبینم، غیر اسلامی نمیبینم. اتفاقا داره همون حرفی رو که داره میزنه که من باورهام به عنوان یک زن شرقی، یک زن مسلمون داره به من میگه. پس بنابراین من اصلا نمیدونم وقتی که اینا میگن که این ارزش‌های غربی هستش یعنی چی. شما اصلا این منشور حقوق بشر رو بخونید، کجای این غیر اسلامیه، کجای این برخلاف اسلامه؟ اگه یکی حق داره، حق دسترسی به آموزش داره، حق دسترسی به بهداشت داره، کجای این غربیه؟ میدونی، یعنی این مسئله هستش. ولی من فکر میکنم که وقتی که قوانین بر حسب معیارهای جهان شمول، معیارهایی که بشریت بهش رسیده وضع بشه،
در شرایط بهتری خواهیم بود. هر جا هم نارسایی قانونی هست، اون نارسایی رو خیلی راحت تر میشه حل کرد و مردم به خاطر نارسایی قوانینی که انسان وضع میکنه به اسم دین وضع میکنه در مقابل مهمترین و با ارزشترین باورهای خودشون قرار نمیگیرن. این برای شخص من خیلی مهمه. من نمیخوام که با باورهای خودم در تضاد باشم به خاطر تعریف. ظاهراً بخشی از سیاستمداران غربی بی علاقه نیستند که مدل ترکیه را به عنوان یک الگوی قابل قبول به جنبش‌های کشورهای عربی تحمیل کنند و دولت ترکیه هم در پی نقشی که به آن سپردند دیپلماسی نوینی را در پیش گرفته است. نظر شما در این خصوص؟ ترکیه کشوری که سکولار هستش، قوانینش سکولار هستند، یعنی غیر دینی هستند، مدنی هستند، شاید واژه بهتری باشه با اینکه همین سکولار هستند. ولی من نمیدونم اگر که میتونه، برای اینکه حتی با اینکه این قوانین رو وضع کردن و خیلی روی سکولار بودن ترکیه تاکید شده، بالاخره در همین راستا این سکولاریسم به عنوان یک ایدئولوژی هم در این کشور مطرح شده. ما فعالان حقوق زنانشون سالها پیش که صحبت میکردن میگفتن اگه اون چیزی که مانعی که برای فعالان به عنوان مذهب مطرح میشه که شما ممکنه داریم مثلا علیه دین صحبت میکنین، در رابطه با فعالان زن به عنوان ملیگرایی مطرح میشد که میگفتن شما داریم بر ضد منافع ملی صحبت میکنی. یعنی فکر میکنم که در ترکیه هم ایدئولوژی بوده، در کار بوده که خیلی جاها سد راه شده. ولی زنان ترکیه هم خیلی تلاش کردن که قوانین خودشون عوض بکنن. با اینکه این قوانین سکولار بوده، باز هم تفسیرهای مرد سالارانه در رابطه با قانون بوده یا مثلا در طرح قانون یا در وضع قانون به کار گرفته شده که مجبور بودن که این قوانین رو اصلاح بکنن. بنابراین من فکر میکنم که مدل ترکیه میتونه مدل آگاهی بخشی باشه، ولی نمیدونم، فکر میکنم هر کشوری شاید در موقعیتی باشه که خودش بر خودش بره. با یک نگاه تاریخی نه چندان عمیق هم میتوان دریافت که کشور ترکیه و سیستمی که بر اساس آن ترکیه نوین در اوایل قرن 20 به وجود آمد در حال دگردیسی است. بحث سکولاریسم با به قدرت رسیدن سیاستمداران مسلمان و مخالف سکولاریسم و اینکه ترکیه کشور مترقی سکولار است را زیر سوال برده است. عدم به رسمیت شناختن حقوق کردهای ساکن ترکیه که بیش از 20% جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، دستگیری، شکنجه، آزار و ترور و قتل مخالفان، همگی حاکی از نبود دموکراسی در ترکیه است. آیا واقعا ترکیه میتواند مدل موفقی برای منطقه باشد؟ خب من فکر می‌کنم شاید مثلا قوانین ترکیه با واقعیت که در ترکیه اتفاق میفته در تضاد باشه. اینقدر من اطلاع ندارم که بتونم بگم که قوانین ترکیه چطوره. قطعا قوانین ترکیه حمایت از حقوق اقلیت‌ها درش وضع شده، فقط رعایت نمیشه. یه مشکل اساسی که ما داریم اینه که کشورهایی که با غرب رابطه خوبی دارن، این شب به خاطر مشکلات نقض حقوق بشرشون، مشکلاتشون نمیتونم بگم هیچ وقت، خب کمتر مورد انتقاد قرار میگیرن. خب ترکیه یک نمونه هستش. مثلا حتی کشوری مثل مصر که واقعا این کشور بسته‌ای بود و دیکتاتوری بود، خب به خاطر اینکه رابطه خوبی با غرب داشت خیلی مورد انتقاد قرار نمیگیره. یا حتی وقتی من اولین بار که به مصر رفتم قبل از انقلابشون، خیلی تعجب کردم که اینقدر توقع داشتم که مصر خیلی بازتر از اونچه که بود باشه، ولی که این نقد رو نمیشنیدیم. بعد من میگم که از نظر مدل، من میگم که شاید نقد اصلی باید به این باشه که چرا نقض حقوق اقلیت‌ها در ترکیه مسئله‌ای نیست که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار می‌گیره. این ببینم این چقدر چیز بهتری باشه. اگر که قرار بگیره، اگر که اصلاح بشه، خب ترکیه میتونه مدل خیلی خوبی باشه. ولی بخشی از سیستم ترکیه ببینم آگاهی بخش میتونه باشه برای کل خاورمیانه، ولی قطعاً اون
بحثی که تو بالاخره وقتی که انقلاب میکنیم و چیز میکنیم باید میریم به سمت دموکراسی، باید شرایطی رو تعریف بکنیم که تکثرگرا باشه و ضمن این که حقوق یعنی پایبند به خواست اکثریت هست، حقوق اقلیت رو هم حفظ میکنه، ازش دفاع میکنه و اگر که این اتفاق نیفته خب دموکراسی دموکراسی کامل هست. جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، لا 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 لا